حکایت پسر کفش دوز و دختر پادشاه. سالها پیش در سرزمینی دور پادشاهی بود که دختری داشت مانند پنجه آفتاب. دختر همانقدر که زیبا بود با فهم و کمال هم بود. در کنار قصر پادشاه کفش دوزی زندگی می کرد که دکان او روبروی پنجره اتاق دختر پادشاه بود. مرد کفشدوز یک پسر زیبا و قد بلند و زبر و زرنگ داشت. یک روز که دختر پادشاه پشت پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه می کرد، چشمش افتاد به پسر کفشدوز و یک دل نصد دل عاشق او شد. پسر هم از آن طرف دختر را دید و دل از دست داد. از آن روز به بعد پسر پشت بام خانهشان می نشست. دختر هم پشت پنجره اتاق خود می ایستاد و با هم راز و نیاز می کردند. مدتی به همین منوال گذشت. یک روز پسر دید که دختر پادشاه در حال گریه کردن است. علت آن را پرسید. دختر گفت: تو می دانی من دل در گروه تو دارم، اما پدرم قصد دارد مرا به کس دیگری شوهر دهد. پسر کفش دوز گفت: تو می دانی که من پسر یک کفش دوز هستم و تو دختر پادشاه. ما نمی توانیم با هم ازدواج کنیم. اما هرچه پسر می گفت به خرج دختر نمی رفت و فقط یک کلام می گفت: من فقط با تو ازدواج می کنم. هرچه خواستگار برای دختر می آمد او رد می کرد. پادشاه علت این کار را از دایه دختر پرسید. دایه که از ماجرای پسر کفش دوز آگاه بود آن را به اطلاع پادشاه رساند. پادشاه بسیار عصبانی شد. دختر را در اتاقی زندانی کرد. دختر روز به روز پژمرده تر و افسرده تر می شد. پادشاه که این چنین دید به دایه دختر یاد داد که به او بگوید پسر کفش دوز مرده است. دختر وقتی این حرف را از زبان دایه شنید نتوانست تحمل کند. سکته کرد و افتاد. همه به خیال اینکه او مرده است شهر را سیاه پوش کردند. پادشاه هم از قصه مرگ دخترش مریض شد. جسد دختر را درون صندوقی گذاشتند و آن را به خاک سپردند. وقتی روی گور دختر آب ریختند، آب از داخل صندوق پایین رفت. دختر که نمرده بود، وقتی رطوبت آب به بدنش رسید، به هوش آمد و دید همه جا تاریک است. دختر که بسیار ترسیده بود شروع کرد به داد و فریاد کردن، اما صدایش به هیچ جا نمی رسید. پسر کفش تو زمانی که فهمید دختر مرده بسیار غمگین شد. آمد سر گور دختر و تصمیم گرفت آنقدر آنجا بماند تا او هم به دختر بپیوندد. همین که سرش را روی گور دختر گذاشته بود و برای او گریه می کرد و درد دل می کرد، ناگهان صدای ضعیفی از داخل گور شنید. ابتدا شک کرد، اما وقتی دید همچنان صدا می آید کنجکاو شد و رفت کلنگی آورد. شروع کرد به کندن. آنقدر کند تا به صندوق رسید. در صندوق را که باز کرد با کمال تعجب دختر را زنده دید. دختر را از گور بیرون آورد و با هم به خانه کفش دوز رفتند. آنجا بدون سر و صدا با هم عقد کردند و زندگی خود را شروع کردند. پسر به پدر و مادر خود سفارش کرد که به کسی چیزی نگویند. بعد از مدتی دختر حامله شد و یک دختر شبیه به خودش به دنیا آورد. چند سالی گذشت. روزی دختر پادشاه بچه‌اش را به حمام برد. زن پادشاه هم در حمام بود. بچه را که دید از او بسیار خوشش آمد. وقتی به او نگاه می کرد می دید که چقدر شبیه دختر خودش است. به یاد دخترش افتاد و شروع کرد به گریه و زاری تا اینکه از هوش رفت. دختر پادشاه که در تاریکی ایستاده بود تا مادرش او را نشناسد، جلو آمد و سر مادرش را روی پایش گذاشت. مادر بعد از مدتی چشم باز کرد و با کمال تعجب دخترش را دید. دختر همه ماجرا را برای او تعریف کرد. زن پادشاه بسیار خوشحال شد. دختر و نوه خود را هم همراه خود به قصر برد. پادشاه هم از جریان که با خبر شد از دیدن آنها بسیار خوشحال شد. دامادش را هم به قصر آورد. برای آن دو کاخ زیبایی آماده کرد.
و به مناسبت ازدواجشان جشن مفصلی برپا کرد. چند سالی که گذشت و پادشاه پیر شده بود و از اداره امور مملکت خسته، تاج پادشاهی را بر سر داماد خود گذاشت و پسر کفشدوز شد پادشاه کشور. دوستان گرامی، از اینکه تا پایان این حکایت زیبا و دلنشین همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. لطفاً نظرات خودتون رو برای ما بنویسید. با سپاس.